قربون، خیالتون از این بابت کاملا راحت باشه. ولی الان 10 روز تمومه که مثل موش و گربه داریم با هم بازی میکنیم و هنوز کاری از پیش نرفته. میدونی چی رو نشون میده مراد؟ بی‌لیاقتی تو رو. تو فقط بلدی حرف بزن، فقط بلدی بله قربان بله قربان کنی. قربون، هرچی باشه اون که از شعبون بزتر نیست. با همه این حرفا کمون نمی کنم مسخم از میگون درد. عرض کردم که قربون از این بابت خیالتون راحت راحت باشه. من درسم و از برم. بله ببینی بله قربون، تازه به نظر نوکرتون گاه گاهی یک دوتا از کارگرا بد دل می کنن بد نیست. برای چی؟ واسه این که میشه بهشون گوشمالی داد تا حساب کار دست همهشون بیاد. فقط بلدی حرف بزن. قربون، من تا حالا که نذاشتم درست و حسابی آب ببرم. ولی این کافی نیست. من بهت گفتم که باید قال این کار هرچه زودتر کنده بشه. بله نوکرتون بهتون قول میده. قربون، من سگ کی باشم که از دستور شما سرپیچی کنم؟ بهتون قول میدم که همین فردا با التماس بیان زیر بیرق خودمون. هر کاری میکنی زودتر. اطاعت تعظیم از شد قربان. خاطر راست وقتی میگن هوش یعنی وایسه دیگه برادر، وایسه. زبان حالیت نمیشه دا بشت بگم. مراد، آقا مراد، مراد، مراد. چیه بابا؟ همچین غیرتی تو وجودت هست که امروز ناپلونه دو تا استکان چای مهمان کنی؟ گمونم که پیر مرد باز خماری ها. باز که فوش دادی نامسلمان، همچین میزنم تو چانت که دک و دندت خورد بشه دا بشت بگم. میخوای از خماری در بیار؟ ولی من مرد نمیبینم که من از خماری در بیارم. خیلی قور میزنی پیر من. میگه به من پیر من؟ یه دفعه دیگه گفتی پیر من، هرچی دیدی از چشم خودت دیدی. دست خرکوتا باره بابا گوره تو گام کن که اتره سر و سر گذاشتم با تو رو نده. باره بر تو که نکبر. ولی نخورده بولم نخواستم بزنم. سلام آقا مسلم. سلام. امروز هم نذاشتم مسلم. چی بگم؟ امروزم دست خالی. آب نگرفتی؟ همیشه اینطوری میمونه. خدا کنه.
بیا مدرسه بریم چون. سلام مسلم خان. سلام بفرمون. سلامت باشی. چطور شد که امروز بازم آب نگرفتی؟ میبینی که نگرفتم. نذاشتم؟ با همین سادگی هم نمیشه گفت که چرا نذاشتم. خب پس چی؟ همین دیگه. ولی پرده هر طور شده به واسه بردارم. زود باش، برش گردون. بیارش این وقت. برش بده بری. سر خود. با خبر باش که چرخ میشه که دیمارش. مسلم، چرا نرفتی؟ انگار که آدم های آخ توفی گاری رو بردن. آدم های آخ توفیق گاری رو بردن؟ لعنت خدا بر هر چی آدم بیرحمی. الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر.
سبحان ربی العظیم و بحمده ها رب صل علی محمد. تازه شد زود برمیگرد. کار تو نیست مسلم. بذار بابا. الله اکبر. مسلم مسلم چایی چایی آبا چایی روز به روز زندگی سخت‌تر میشه. آخه دادش با این حقوق چه نمیشه زندگی کرد؟ آدم نباید ناشکر باشه. برو خدا رو شکر کن که از این بدتر بابا. آخه وقتی آدم نصف مزدشو بده اجاره یه اتاق فسقلی؟ ناشکری نکن برادر. آدم اگه قانع باشه با کمتر از اینش هم میتونه زندگی بکنه. سب کن اینا. فولاد کجا داری میری؟ بچه بس باشه بود. بچه؟ حالا خلاصه میشه بعد میاره. دو ما پیشترم پای دخترش سو. امشب که حسابتو دادی گاری تو هم باز تحویل بدو به شاگردت. خوش اومدی. آخه چرا آقا مراد؟ برای اینکه تو پیر شدی و نمیتونی آب تقسیم کنی. از خرج زن بچه‌مو کی میده؟ اینش دیگه به من مربوط نیست. این دستور سرورم آقا توفیقه. من یه عمر جوونیمو برای آقا توفیق کار کردم. حالا باعث از گشنگی بمیرم؟ این دستوریه که آقا توفیق به من داده. منم مجبورم به تو بگم. از فردا حق نداری پاتو بسر اینجا. به من چه مربوطی که تو جوونیت فکر پیرید نبودی؟ آخ بنگی. کار نشد نداره. با افتومن نمیشه نون خالی خورد. کار درسته حسابی رو مسلم کرد. حتی چه مرده چنون از مردونگی بندازنش که هست کنه. تازه مسلم پول داشت که چهر خرید بود. دیگ و بادیهشو فروخ عموشم زیر بالشو گره. از کارش پشیمون میشه. هیچ همچین چیزی نیست. خیال میکنی آخ توفیق از اون بیراست که با این بادا بلرزه؟ یا کنیده خواهد که الان تنبر کنیم از تو دقیقه همی بریم میشینم های بریدم فرقه که رفتن که آخ توفیق کجاست؟ چرخت کو میدونی کجاست؟ آخ توفیق چه به این زودی از خونه بیرون نمیاد. واری خونش هم نبود. اینجا هم نیومده. انگار امروز آزار شدی و چرخت رو نیوردی. امروز آره. اگه تو نمیدونی چرا داود اربابت میدونه. آخ توفیق؟ بله. چرا آخ توفیق؟ کجاست؟ کی؟ اربابت رو میکنم. آها آخ توفیق. خب لابد خونه هست دیگه. اون که مثل ما یه لقبا نیست که مجبور باشه کله یه دهرف کنه بلتنه بیه. مراد مراد مسلم چشه؟ هیچی انگار چرخشو داغون کردن. گاری داشتن همین درد سرها رو داره دیگه. خب آره دیگه. پس تو میدونی که داغونش کردن؟ چرخ با چیکار کردی؟ این که میبینم کجاست؟ به شما ها میشه گفت مرد؟ من اگه از پس شما بر نگام، اگه اربابتون سر جاش نشونم، این سیبیلم رو میتراشم و جاش سرخاب میمانم. چرخ تو بردن؟ آره مسلم دیشب بردنش. نه مسلم، تو هیچ وقت نمیتونی از پس آب توفیق بر بیاری. آخ توفیق صد تا کارگر چرخ و مهتر و طویله داره. این آب خوردن میتونه تو رو از سر راه خودش بر بره. تاقی خوب گوشاتو باز کن ببین چه میکنم. اینو بدون که وقتی تصمیم گرفتم واسه خودم کار کنم همه یه فکرامو کرده بودم. من خوش ندارم همه امچون بکنم یه مفکر دیگه استفادهشو ببره. دلم نمیخواست صبح تا شب عرق بریزم و صد به صد آب ببرم در خونه این مردم. بعدش هم همه پولاشو جمع کنم و دو دستی بدم به آدمی که زحمت نکشیده. یه بود منم اینا رو میدونم مسته. منم دلم میخواد اما نمی... بیا گاری تو بزن جلو. پشت پناهیت مسته. من اگه راجب گاری چیزی فهمیدم شب میام خبرت میکنم.
گیرم که مسلم برای خودش کار کنه. گیرم که این یکی از زیر برق تو اومد بیرون. خیال میکنی چه تأثیری رو دیگرون داره؟ آکه از زیر برق من بیاد بیرون. جدی میپرسم آقا توفیق. حالا بیا تو رو با درش که برسونم مخواستم. نه نه، راضی به زحمت شما. نه بابا، زحمتی نیست. بیا بالا. منم تو بازار یه کار کوچیکی دارم. یا علی. برو مغازه حاج آقا. چشم آقا. تو باید قول بدی که دیگه سر به سر مسلم نذاری. آخه کی به تو گفته که من سر به سر مسلم میذارم مرد؟ میدونی آقا توفیق، دوره من شما گذشت. دیگه الان جوانای جور دیگه ای فکر میکنه. دنیا رو یه ریخت دیگه ای میبینه. آی سیف الله، من بهت قول میدم که اونا مسخرف میکنن. اونا بی خود میکنن که کارگرای من سر به سر مسلم میزنن. قبول کن. اگه اونا چرخش رو گم و گور میکنن، همش جوش و جرای خودشون رو میزنن. همش حلس اینو میزنن که یکی از کارگرا کمتر بشه تا کار خودشون بیشتر سکه بشه. اگه اینطوره پس چرا سنگ سر راه دیگرون نمیشن؟ آدم بی دست و پا که تو کارگرای تو فراوونه. آخه اونا که برای خودشون کار نمیکنن، اونا کارگرای منن. آقا توفیق، ولی مسلم دیگه برای تو کار بکن نیست و اصلا زیر بار این حرفام نمیره. به حرف منم گوش نمیده و الا براش یه بدکاری یا علافی چیزی وامی کردم که مجبور نشه از بوخ سگ تا نصف شب تو کوچه پس کوچه ها سگ دو بزنه. سلام گربون. سلام. سلام آقا توفیق. انگار تو هم باورت شده که آخه من میشناسم دوست عزیز. من مثل یه دوزاری قلب میشناسم و بعدم اینه بگم که مسلم شعبون نیست که هر شب فراریش بدی و اینم بدون که هیچ فصله ای به مسلم نمیچسبه. سیف الله بی خود وقت خودش رو تلف میکنه. ولی هرچی باشه با آق توفیق دوسته. میبینی ما تعریف کنیم. هر جور باشه با آق توفیق رو بالاخره قانع میکنه. آق توفیق که نمیگه این کار زیر سر خودشه. گفت میرم باهاش اتمام حجت میکنم. اینا تو کت آق توفیق نمیره. بار از این حرفا گذشته. من دیگه آروم نمیشینم تا اونو آدماشو سر جاشون نشونم. آروم نمیگیرم. تو اگه حوصله داشته باشی کار خودش درست میشه. خب اومدش. بازم میبینی که یه جوری سرشو شیر مانیدور راش انداخته. چی شد بابا؟ آخه یالا بابا. بهش توپیدم. بهش گفتم که برای خراب کردنش هر کاری از دستم بر بیاد میکنم. چی گفت؟ گفتمش که لب به شور و تلخ آدمای نامرد نمیزنم. آخ توفیق چی گفت؟ بهش گفتم که رو فرش آدمای نمک نشتاسم نمیشینم. همه اینا رو که گفتی خوب گفتی. خلاصمون کنه بگو چی گفتم. جلوی پام بلند شد و دستش دراز کرد ولی باش دست ندادم. گفتم من امشب نیمانم که مثل گذشته بشینم با تو گل بگم و گل بشنوم. من امروز اومدم بهت بگم که اگه باز خیال داری سر به سر مسلم بذاری، اگه کوه احدم باشی از سر راه مسلم ورد میدارم. ولی نگفتی که چی شد بابا؟ خواب میخواستی چی بشه؟ تو که نمیگی. شما که مالت نمیدین آدم حرف بزنه. همش چی شد چی شد. خواب معلومه چی شد دیگه.
اصلا نمیخواد بگی. قسم میخوره که اصلا روحش از این ماجرا خبر نداره. اون گفته شما باور کردین؟ آره. یعنی میخوای بگی من دروغ میگم؟ آخ توفیق منه میشتسه مسلم. آخ توفیق میدونی که هرکه اون روی سگ من بالا بیاد شمر زل جاشتنم جلو دارم نمیشه. آره همین شیش هفت ماه قبل بود که موسه و سکارا از 3 تومن نیم شد 4 تومن. خودتون بهتر میدونین که آفروشی همچین نونی نداره که بشه هر روز موسه کارگرها رو اضافه کرد. اما از 6-7 ماه پیش تاله قیمت یه سطلاب یه برابر نیم شده. اون وقت که اوسا کارا 3 تومن نیم میگرفتن یه من سنگک 4000 بود. همینی که هست. هر کی دلش میخواد با این وز کار کنه قدمش روی چشم. هر کی هم دلش نمیخواد هری. باز هم حرفی هست؟ وایسی مرچا، وایسی. موسیم خوش بگیم. میخوام با آتون حرف بزنم. این طورام نیست که خیال میکنی اگه بتونیم مثلا مثل مسلم گاری بخریم. آخه با کدوم پول؟ ببینم اگه شعبون یادتون رفته باشین تا بهتون بگم که به سر مسلم چه بلایی بیاد. چرا حالا رو نمیگی؟ چرخشو سر به نیست کردن. شما اصلا به من مهلت نمیدین حرف بزنم. آخه 200 چرخ تو این شهر هست که مال 4 تا آدم گردن کلفته. که اگه من نخوام پیش این یکی کار بکنم اون یکی هم واسم کار نمیذاره. همه اینا رو میدونم ولی شما هم اینو بدونین که اگه ما با هم باشیم و با هم یا علی بگیم خیلی کارا میتونیم بکنیم. حداقل میتونیم دستمزدمون رو بالا ببریم. خب چی میگی؟ اینو همه صوت باره. فرض کنیم که صوت باشه. شما یه دقیقه به حرف من گوش بدید. میگی چی کار کنیم؟ میگم بهش کمک کنیم که مسلم چرخش رو پیدا کنه. بعدم کمکش کنیم که آب بگیره. آخه فایدهش چیه؟ اگه مسلم تونه سرپای خودش وایسته بقیه بچه ها میفهمن خیلی کارا میشه کرد. خب را بیفتیم بریم. بریم. یلا ایوان بازا تو خیلی عقبی ها. آخر رو هم دوره. خیلی خب بعد یه خورده به جان برو بیدن برو. آقا مراد مستن چرخشو پیدا کرد. چرخشو پیدا کرد؟ کجا دیدیش؟ انگار میرم پیش یحیای تعمیرکار. بزا بینید از بیا ببرید. حسی علیان میخوام قولت قول باشم.
اگه با لج و لج بازی هم شده فردا با از خواب ببرم. لج و لج بازی؟ با کی؟ دیگه با اونش کاری نداشته باش. فقط حرف شده تا اسگاری رو درستش کن. آخه جبو تجربه من بیشتر از توه. بگو با کی؟ لابد میخوای حکایت رسوایی شهرونو برام تعریف کنی؟ آره. با آخ توفیق؟ قصری میام که ببرمش. بیا بیاییم. یه کجا؟ سلام، پای کوره هست. بسره بشه اوسی احیا. سلامت باشی. کاروار چطور اوسی احیا؟ دولتی سر شما بد نیست. برای مراد خان چایی برید. بفرمان بشه یه چایی بخور. کار دارم اوسی احیا. اومدم بگم که شاید فردا چند تا از بچه ها چرخاشونو بیارم برای تعمیر. با زود راشون بنزه. قدمشون روی چرک موسی احیا جانم این چرخو چه وقت آوردن اینجا؟ دو ساعتی هست لابد برای تعمیر کوکش هست یکی از چرخاش شکسته میدونی موسی احیا میخواستم بگم که اگه ممکنه یه چند روزی تعمیرشو عقب بندازم تعمیرشو عقب بندازم آره خب میدونی اوسی احلی ها سلا در اینه من هیچ وقت بعد تو رو نخواستم بعد منو؟ آره ولی من بهش قول دادم نمیتونم زیر قولم بزنم معطلش کن سرم نمیبینی الله ولی خدا باش نمیاد مراد خان اگه برفم گوش ندیم مجبور میشم که کار تعمیر همه چرخا رو بدم جای دیگه میل خودته ما رفت اوسی احیا میدونی که من هیچ وقت از خودم حرف نزدم لعنت خدا به هر چی شیطونه بابا یالا به جون بیدونم به جون نیا جلو نیا جلو بکنه تو بکن تو چرا انقدر حرف میزنی کار تو بکن دیگه نیا جلو یالا دیگه یالا به جون مسلم انگار چرختو پیدا کردی میبینی که تانی داشتم کردم میگم مسلم
تو با من خیلی بد حرف میزنی. با آدمای بد باید هم بد صحبت کرد. تو داری اشتباه میکنی مسلم. برو بینم، برو. نه یا جلو، نه یا جلو مسلم، نه یا جلو. برو نترس. ببینم مسلم، تو خیال میکنی من با تو در کشتگی دارم؟ نمیدونم، ولی اینو میدونم که با توفیق سیغه نوکری خوندی. وایسا، باب، بالاخره توی این دنیا یکی آقا باید باشه، یکم نوکر دیگه. مراد اوزا خیلی خرابه، دارن کمک میکنن یارو آب بگیره. تو اینطور خیال میکنی؟ من با چشم خودم دیدم، هر پنجتا با گاریاشو دورش کردم. اگه اینطوره برو گاری تو بزن جلو، برو بزن جلو. باشه باشه، شما برو بالا بزن جلو گاری تو، بیا آب بگیر بیرم. بیا هیوون، بیا ببینم، بیا هیوون، بیا، بیا، بیا اینجا، بیا، بیا اینجا هیوون، بیا، بیا، بیا جلو اینجا، بیا، 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 بیا هیوون، بیا، هره بابا چه خبره که؟ بیا هیوون، بکش کنم اینم، بکش کنم، بیا، بیا، بکش کنم، بیا هیوون، بیا، بیا دیگه، بیا، خب، فرامانا بادا نگیرا، بیا، 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 توی مسلم دارم نوبت رو میگیرم. آره داری نوبت هم رو میگیریم، اگه فکر میکنی میتونی دربارو بسید که کل خوندی. چای امروز باز آب بگیرم که بگیرم. ببینم بیا هلبون بیا یه جلو، بیا هری اوسط برو جلو، بیا بیا ببینم بیا هلبون. عجله داشتی چرا خودت نمیری جلو؟ من چی عجله ای ندارم، تو برو جلو. خب چرا همه رو پس گوندی؟ واسه خاطر شما ها بود. یالله این نیست که قایم خواسته باشه. اگه نوبت چیه باشه نوبت ها اکرمه. هنی آسد بیواره چلو زود باش. نوبت من نیست. یا 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 نفتی چرا همچه میکنی؟ مگه مهرست داری؟ من از تو ببینم پاره کنار. بس که شعور نداره، ممکنه یه لغت پرد کنه. یا 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 برو صداشون کن. بله آقا. مراد، نسیم، یه ناخت توفیق خره. یلده دیگه مطلع چی هستی؟ سلام از بکنم قربون. انگار که آب گرفت. بله قربون. نیدر و عباس و تقی و علی و اسد کمکش کردن تا اون تونست آب بگیره. ولی بالاخره گرفت. ولی میتونستم نذارم که اون آب بگیره. گفتم که گرفت. آب توفیق، رانی که صلاح دیدم بذارم بگیره. صلاح دیدی که بذاری بگیره؟ پس تا به حال من یاسین تو گوشه خر میخوندم؟ آخه قربون، میدونی؟ خوب گوشاتو واز کن پسر، مسلم نباید آب بگیره. نباید این تخم لغ تو دهن همه شکسته بشه. و الا همین فرداست که هر کس حواس کنه خودش صاحب چرخ بشه. فهمیدی؟ قربون، من مخصوصا گذاشتم آب بگیره. علتشم بعدا خدمتتون عرض میکنم. این حیدر و تقی و این زهرمارا کیا هستن؟ اونا رو گوشمالی بده. اونم خدمتتون عرض میکنم. و هم که همش عرض میکنی، هر غلطی که میخوای بکنی بکن، ولی یادت باشه که این پسر نبایدی که آب ببره. نباید، فهمیدی؟ بیا بلا. چشم نمی افت. بلا آقا. اتخار اون برا رو اون چه آق مراد، اینطور که بوش میاد هوا خیلی پسه، باز هر طوری شده پیداش کنیم و حسابش رو برسیم. جان کپل جان آبام ای لالالالا ای لالالا ای روزگار لالالا
وایسه ببینم ترمز کن. برو کنار کار. یه دقیقه وایسه کارت دارم بابا. ببینم درست کرد کن. ده همینه میخواستم بشید بگم. چی؟ تو این معلم که نیست آمورا. دیگه باز همین جواب باشه. خب چی میخواستی بگی؟ که زوار درشکم در رفت از زدم گاراژ. خب حالا با من چی کار داری که از کار بیکارم کردی؟ میخواستم بگم شاهد باش که هم الان دارم میرم میدان باج بسنم. تو این محلم نبود که آمورا. ما پیداش میکنیم دیگه. یاد آرون دیگه بینیم. ممکنه همین محل آخریه. باید همین پشت مشتا باشه. پس برم به کارم برسم. میخواستم ببینم من از چی کمترم. همچین که برق چاقوی ناپلون حاجی تا ببینن همه جا خالی میکنم. خیلی خوب. حالا برو اون بقالی بگو دو من جو به حساب من بذارم. زنبور. پس ناپلیون چی؟ خیلی خوب. چشم. ها اینجوری باج میگیرم. این هم بگی واسه خرچ امروزه. تا فردا خدا واسه بکنم. همش اینقدر. ببخشی. یا بیشترش کن یا الان نفست هم میگیرم جیگرت هم میرسم بیرون. بازم نمیشه درک. ببش من اون طوری نیست. بده من. باز کردی برگردنی چون. های. های نفست کش. تا با میری اگه دستم بهش برسه تیکه تیکش میکنم. پیرمرد پدرتون است. پیرمرد مادرتون است. دفاعشون بشتر تخم جنا. باشا دیگه بچه های پر روی هم بخوابا. بچه ها ناپلون اذیت نکنی. تو نمیخواد پشتی منو بکنی. گفتم برو دومن جو به حساب من بگیر. من گدام خیلی خوب میرم. من با تو حرف میزنم. ای داشت میرم. اما مسلم یکم آب بده بخوری. بیا پولتو دست شما درد نکنه. وایسا بقیهشو بگی. وایسا بیا. من این مرس داری لند بود. وایسا چنال ببینم. من هم با شما ها دعوا ندارم. ولی من دارم. وای نامرد.
خیر بابا رمزان. صبح خیر مجده. حرف به من آب خورده؟ چیه تو لب رفتی؟ میدونی وحشیده. چی رو میدونم؟ دل مامور و معذور. یعنی چی بابا رمزان؟ میدونی که من یه مهترم و همه عمرم تو تویله گذروندم. چرا حرفتو نمیگی بابا رمزان؟ خب حرفم اینه که چی؟ شاق توفیق پیغوم داده که به تو و تقیی و عباس و علی و سد بگم از امروز چرخ رو بذاریم بمون. کی این پیغوم آورده؟ من این پیغوم رو آوردم. تو این مراد؟ آره منم. میخوام بهت بگم که اگه خیال دارین اون آق توفیق رو بخوری و بهش اینا چیه داریم این که مراد؟ لابد دیروز صبح یادت رفته آره؟ نه یادم نرفته. از تو هزار تا راست و دروغ سر هم کردی و رفتی با آقا توفیق گفتی آره؟ چی شده مشتیده؟ آقا توفیق پیغوم داده که من و تو و عباس و تقی کار نکنی. این حرفا رو بلش برو اسبتو بگش بیرون ببینم کی مردش رو جلوته بگیره. صبر کن صبر کن بیرم. این شهر همچینم حرف نیست لوتی. مگه تو چی کاری؟ خودت خوب میدونی که من چی کارم. برو کنم ببینم. ایچی بابا اسبت بگش بیرون گوش به این حرفا نده. وای تو کجی داری میری؟ اگه چلومو بگیری همچی میگرم که رفت داری اینجا باشی بابا. برشت برو کنار. همین که گفتم یا قول بدین یا اینکه شلاقاتون رو تن داره. کجا بودی؟ شلاقو به تو بدم؟ آدم قول مردونه رو به یه میده نه به یه نامرد. حرف دهنتو بفهم هیدر. من امروز کار نمی کنم تا تکلیفم روشن بشه گر آقا توفیق هستم یا این ناجوان مرد. من ناجوان مردم؟ من میدونستم که این نامرد یه روزی شر را میندازه. بوده تا بوده کار از نامرد خراب بوده. درسته. تو هم اگه میخوای کار نکنی شلاقتو بنداز اینجا و راتو بکش برو. یا الله مگه مراد بهتر از ما میدونی چه خبره؟ هیچ کدومتون حاضر نیست امروز با ما 5 نفر کار رو تعطیل کنه؟ این ساله چه وقت اومدنه؟ مگه حالا بده کمی با من بابا من نایم بودی روز رای سومه. عجب جون سگی داره. من اگه به چای اون بودم بعد این همه کتک دست کم یه ما تو رخت خواب میگرفتم میخوابیدم. اگه روش بدی شبم کار میکنه. اصل لابود سرای دیگه هم میره. دیگه بستشه. دلم میخواد خیلی فرز کارتو بکنی. معرفی ندارم مرا ولی اون زبون بسته چه گناهی کرده؟ دو دلی به خود راه نده. اگه از گناهش میترسی به گردن من. مسلم با تو هم مسلم. مراد برای آخرین بار بهت میگم اگه یه دفعه دیگه خواستی سنگ رای من بشی یا دست از جونم شستم. ولی من میخوام باهات حرف بزنم. حرف بزنیم؟ ما کاری با هم دیگه نداریم. اما من با تو کار دارم. همینطوری که صبح تاره عاقل بودی بهتره همینطور عاقل باشی و بذاری کارمو بکنم. ولی من میخوام از دلت دهر بیارم. تو؟ آره. آخه میدونی ببین من وقتی فکر میکنم میبینم که من و تو باست به هم دیگه کمک کنیم. ما دوتا آدم یه لاقبا هستیم. خب بیا حالا تو قهوه خونه تا بهت بگم. باز چه کلکی سوار کرد؟ بابا من میخوام با تو دوست بشم. میخوام کمکت کنم. توبره رو به سر اسبه بیبریم یه اسکان چایی با هم بخوریم. بیا بابا
خیار میکنه که باید حرفتو باور کنه. چرا باور نکنیم؟ یه دقیقه گاریتو بزو ببریم. من و تو که این حرف باره نداری بابا. حالا بیا تا خوب موضوع رو واسط حل جی کنم. بیا بریم. بکش کنم گاری رو. یه سطح سلام آختوپیخ هستم. بله تشریف دارم. وی جیان تموم شد. یاده چه؟ اسبش تا امروز غروب تموم میکنه. چه گفتی؟ اسبش تا امروز غروب تموم میکنه. ها؟ عرض کردم که امروز روز آخر شاخ توفی. بله. خیلی خوب. بسته دیگه. ببینم. نسیم میتونه جلوی اون گاره یه دولابیشو ببنده؟ گاله قربون دهنش قرص قرص جون شما. پنجاه تومن بهش انعام بده. پنجاه تومن چشم اطاعت میشه. چشم قربون. قضیه یه اصل نباید به گوش کسی برسه. خیالتون جمع جمع باشه قربون. فکر میکنه که بازم بتونه اصل تهیه کنه؟ خب بازم یه فکر دیگه براش میکنه. کارکرها باید اینو خوب بفهمن که مسجد جای هر کاری نیست. مرخصی. آبیه. سلام، چه خبر؟ سلامتی تو قربان. کار اونایی که این دو روز کار نکردن بین بقیه تقسیم کردی؟
کارمون هیچ لنگی نداره. خیلی خوب، بیا حسابت بکن. سلام خوش آمدید. روز سه‌شنبه 176 بشکه بفرم. روز چهارشنبه 165 بشکه. روز چهارشنبه 160 بشکه. خیلی کم بوده. بفرم. سلام. سلام آقا توفیق. اگه چه سرعت نباشه میخوام چند کلم حرف بزنم. چند کلم حرف بزنی؟ میبینی که آره وقت ندارم. روز جمعه 145 بشکه. من 8 سال براتون کار کردم. شما هم چند دقیقه از وقتتون رو برای من صرف کنین. 8 سال کار کردی، مستتو گرفتی. به قد بخور و نمیر. آخ توفیق گرفتار هستم، وقت ندارم. به تو هیچ ربطی نداره. بگو ببینم چی میخوای بگی. ما میخواستیم بپرسیم که مراد چی کار است. چرا اینو میپرسی؟ آخه تا حالا ما میدونستیم که اون نوکر شماست، ولی دیگه نمیدونستیم که نماینده شما هم هست. فرض کن که هست. اگه هست به نظر من کسی باید نماینده شما باشه که قدر و قیمتی داشته باشه. نه داری نگو پسر، حرف دهنتو بفهم. بذار حرفشو بزنه. نه یه آدم بی آبرو. منو دوره کردین که این مزخرفا رو بگین؟ اومدیم به شما بگیم که این همه به مراد اجازه ندین به پر و پای کارگرا بپیچه، وگرنه ضرر می‌بینی. واسه اومدین برای من تعیین تکلیف کنی ها؟ این به نفع خود شماست. من سود و زیان خودمو بهتر می‌دونم. شما فقط سود خودتونو می‌دونید و زیان دیگرونو. روزگار بدی شده. زمانی بود که کارگر وقتی می‌خواست جلوی اوسا کارش حرف بزنه رنج می‌ساشت و رنگ برمی‌داشت. شرمم خوب چیزیه، ولی اینه بدون که ضرر میبینی آقا توفیق. Thank you.
حسین آقا هنوز کسی نیومده؟ نه خدا به خیر بگذاره. نترس ما نترس. همینه مرد بس بسی؟ نه نه یا علی پیادشو میفهمی؟ اینم پیاده. هیچکی حق نداره آب ببره. کی اینو گفته؟ کی گفته که هیچکی حق نداره آب ببره؟ ما. آخ قربون دهنت مشیده. گل گفتی. ما هم هستیم. خب حالا میگه چیکار کنیم مشیده؟ چرا دست به دست بذاریم و وایسی؟ تا تکلیف ما با آقا توفیق روشن نشه نمیذاریم کسی آب ببره. منم از خدامه. بیا بریم حیوان. بیا که امروز باز استراحت کنیم. چه خبره بابا؟ چتونه؟ ما نمیذاریم که سیاب بگیره. نمیذاریم؟ چرا؟ لابد یه گاری ها صاحب داشته باشن یه کاری میکنن. ده، چرا بایستادی؟ مگه نمیبینی؟ پنج دایشون با چوب رفتن اون بالا و نمیذارن. اونا نمیذارن؟ چرا؟ تو واسه این که با اختلافی اختلاف پیدا کردن. اینه هم چه اختلافی؟ دیروز که حرفاشونو شنیدی؟ خدا پشت و پلافت. امروز نرو مسلم، بذار تو یه اسب برات پیدا کنم. تو رو خدا نرو. امروز باید برم. ولی تو رو به خدا با کسی کاری نداشته باشی. اگه اونا با من کاری نداشته باشن. خدا خودت سفاده باشی. بایسا ننه. سطلت آوردم. خودم میرم سراغ ناپلون. شاید تونستم یابوشو برات معامله کنم. دلم شروع میزنه. مواظب خودت باش. آخه تو که اسب نیستی که تو میخوای تنهای گاری پر از آبو این ور اون ور بکشی. بعضی وقتا لازمه که آدم اسب باشه. مهم اینه که بتونه اونجوری که دلش میخواد راه بره. ننه جون تو برو تو. زن آبستن خوب نیست انقدر قصه بخوره. ننه دیگه دلسوزی تو بذار باسون. مواظبش باش. دوست دارم پسرم زورش بیاد حرف زور بشنوه. تو هم زیاد خودتو خسته نکن مادر. یا علی
فایده ای نداره. هر روز ما یه اون دیگه داریم. چی کار آن به گمون من حق دارم. حق دارم ولی این راش نیست. با این کارا هیچ کاری از پیش نمیبرم. اگه ما مرد باشیم مثل اونا کارو تعطیل میکنیم تا مزدمون بیشتر بشه. اونا که خودشون کارو تعطیل نکردن. آخ توفیق گفته کار نکنم. چه خبره بچه ها؟ خودت برو ببین چه خبره. اونم نمیذارم. نمیذارم؟ مگه شهر رو هرده؟ انگار کار بدی هم نکردن. دوباره بگو ببینم. گفتم که انگار کار بدی هم نکردم. دوباره هم گفتم. نسین خوب شد اومدی. گوش کن چی میگم. سپاری بپر رو چهر برو آق توفیق رو خبر کن. برو. ای به چشم. نوکرتم. برو سرکارات. برو بینم. وای نسین. برین آبین زود بشیم. برین ببینم. یه برو ده ببین به من پیر من میرسه ببین چی شانه هم که نورم به همه میرسه به همه تون برین آب بگیرین یالا تکون بخورین این حرفا کدومه اگر راست میگی و نمیترسی خودت برو جلو چوب از دستون بگیر دوباره از دستشون میگیرم اسب مصرف کو اسبش نیست اسبش شده چه خبر شده بچه ها چند تا از بچه ها جلو شیرا واشدن نمیذارن کسی آب برداره آخره چه تو میپایین؟ اون وقت باید سوار تو بشم چه نمیذارین آب بردارم؟ این به تو مربوط نیست من نماینده آق توفیقم ما قبولت نداریم که قبولم ندارین ها؟ نه حتی به اندازه یه دوزاری قلبم قبولت نداری تو خودت میدونی که داری چی کار میکنی؟ آره اینم میدونی و میدونی که چه آتیشی داری بپا میکنی؟ اونم میدونی از درد سرش نمیترسی نه؟ نه ترسو مرد وایستا ببینم نامه خیار کردی اصلا ما کشتی تموم شده ره باره کنار بله هرچی دیدی هر چشو خوش دیدی بلش کمستمون که آدم نیست ما برمالش کار داریم بذاری تو به این نامه بفهمونم که مردونه گیانه چی به همه تون نشون میدم برم کنی بری کنم برم کنی بیدم چیا چه خبر شده؟ زود تشریف بیارین آقا توفیق مگه چی شده؟ پای شیرای آب قیامت به پا شده اوچات نایمده؟ نایدمه از باست ویله در بیار ببن به درش هیدر رفقاش با چوب سر راه بچه ها رو گرفتن و نمیذارن کسی آب برداره قربون غلط کردن هیدر ببینم تو چه مریضته زود باش چی شده دیگه چی میخواستی بشه حرف بزن چرا ما رو بیکار کردی من به هر کی که دلم بخواد کار میدم و به هر کی هم که دلم نخواد کار نمیدم
ما هم به هر کی که دلمون بخواد اجازه میدیم، آب برداره به هر کی که دلمون نخواد اجازه نمیدیم. حیدر، این گندگویی حقتو نیست. پس این حق توه که هر کاری دلت بخواد بکنی؟ تو غلط نکن افلاسان پسر جالاق. غلط خودت نکن مردی که یه نامرد. توف با اون رود بیاد. همینطور بایستادی من نگاه میکنی؟ با کشش جوابشو من میدم. چرا معطلی؟ مسلم! کجا میری نامرد؟ بایست ببینم کسی که نیا حساب این نامرد رو خود باز برسابه. اینجا رو ولش کنی، ولش کنی. آه 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 آ